بسم الله الرحمن الرحیم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد مژده ز جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطوری که استحضار دارید به مناسبت فصل بهار، غزلیاتی از شیخ اجل سعدی شیرازی رو برای شما انتخاب کردیم به عنوان ایدانه و از محضر استاد استفاده میکنیم تا بهار شما رو انشالله بهاری تر بکنیم و انشالله بعد از اتمام فصل بهار مجددن برمیگردیم به ساحت اندیشه حکیم سهروردی که چند جلسه ای رو خدمت شما بودیم. خب حضرت استاد یه غزل دیگه انتخاب کردم، اگه اجازه فرمایید من بخوانم و شما تفسیر بفرمایید. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت هست و میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبارا. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم دشت و صحرا را. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که فرمودید شما از سهروردی به سعدی رو آوردین به مناسبت فصل بهار و ایدی، در واقع نوع ایدی برای شنوندگان و بینندگان محترم. کار خوبی کردید و غزلی هم که انتخاب کردین غزل زیبایی است، بهاری است. البته همه غزل های سعدی زیباست و از جمله این غزلی که شما برآورد کردید، ولی اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد شرح این غزل بشیم درباره خود سعدی یه مقدار ما صحبت بکنیم و جایگاه معنوی ادبی و در یک کلمه جایگاه جهانی او. سعدی از مفاخر ایران اسلامی است، شکی نیست، اما به این معنی باید بگیم که یک مرد جهانی است. سعدی رو همه ی اندیشمندان عالم اثرگذار بود، میشناسند و شهرت سعدی و بلاغت سعدی و فصاحت سعدی زبانزد خاص و عامه، همه جا. خودش هم در عصر خودش، حتی در عصر خودش مشهور جهان بوده، چه رسد که حالا قرنها از وفات او میگذرد و همچنون منشأ اثر بوده در فرهنگ کشور خودش و در فرهنگ جهانی. ولی همون زمان خودش هم آوازه او و شهرت او به اقصا بلاد جهان رسیده بود و خودش هم اشاراتی به این مسئله میکنه. سعدی انصافاً از مفاخر اسلام و ایرانه. در سخن بی نظیره، واقعاً افصح المتکلمینه، هیچ تردیدی نیست. یعنی یک فصاحتی و بلاغتی در سخنان او هست که بی نظیره و از همه من سبق خودش و اونا که قبل از او بودن گوی سبقت رو بوده. در قبل سعدی ما به فصاحت سعدی سخنی نداریم. بعد از او هم همچنون تا امروز که من با شما صحبت میکنم سعدی منشأ اثر بوده، سخنش، حتی سخنش، لفظش. ما چندین قرن است با زبان سعدی سخن میگوییم، 8 قرن، 7 قرن، 8 قرن است که ما هنوز به زبان سعدی سخن میگوییم. در واقع نه اینکه سعدی به زبان امروز سخن میگوید، این ما ایم که 8 قرنه که به زبان سعدی سخن میگوییم. حالا هنرهایی که در شعرش به کار برده، طباق، تضاد، ایهام، استعاره، اینا دیگه باید وارد مبحث ادبیات بشیم که ما اینجا خیلی وارد مبحث نمیشیم. اهل ادب و اهل سخن، اونا که اهل ادبیاتن، باید داد سخن بدن و هنرهای سخن سعدی رو بیان کنن که این رشته به درازا میکشن. انسجام فکری که در غزلیات حافظ مثلا میبینیم در سعدی مشاهده نمیشه. حالا همینو میرسیم، حالا ببینیم که واقعا
بد نیست که یه مقایسه با حافظ بکنیم که انسجام فکری حافظ بیشتره یا سعدی. خیلی مسئله خوبی رو مطرح کرد. پس بهتره که ما حالا از هنرهای لفظی و بلاغی و فصاحتی سعدی عبور کنیم، اینو بذاریم برای اهل ادب و بریم تو معنویت سعدی و حکمت سعدی و هنر فکری و اندیشه‌ای سعدی. از جهان سخن که عبور کنیم، که البته سخن در اوجه، سعدی بدون تردید که از بزرگترین معلمان اخلاق در کل جهانه. یعنی اون اخلاقی رو که سعدی، حکمت عملی رو که سعدی بیان کرده، بی نظیر در کل جهان، نه فقط در کشور ما. و انسجام فکری هم داره سعدی. البته حافظ و سعدی، این هر دو خیلی هم سخت مقایسه بین اینا کردن، خیلی به هم نزدیکن، اما در یک کلمه میشه بگیم حافظ آسمانیه، سعدی زمینی. ضمن اینکه سعدی در عین زمینی بودن آسمانی است و حافظ در عین آسمانی بودن زمینی. فرود و فراز سعدی میشه. بله، منتهی هر دو زمینی آسمانی هن. از زمین به آسمان میرن، از آسمان به زمین برمیگردن، هم حافظ هم سعدی. ولی در مجموع میشه بگفت که حافظ آسمانی تره، حافظ زمین تره. و در یک کلمه میشه گفت که بگی حافظ علویست و سعدی نبویست. بدون جهت این تعبیر رو به کار میبریم که نبوت معمولا از حق به خلق، آمدن رو به خلق و هدایت مردمه، ولایت از خلق به حق رفتن است. و سعدی در واقع از حق، یعنی از اون جنبه معنوی میاد تو خلق به هدایت. حافظ بیشتر علو داره، هی رو به بالا میره، جمع میخونه. و شاهد این مطلب رو برایش تایید این مطلب میشه به یه حدیثی تمسک کرد که حضرت مولا علی علیه السلام رسیده است که حضرت فرمودن که فلعنه به طلق السما اعلم و منی به طلق الارض. من به کوچه های آسمان ها، البته اینجا منظور از آسمان ها ملکوت علاست، عالم معنیست، به کوچه خیابان هاش و زیر و بم عالم بالا اعلم، آشناترم تا کوچه های زمینی. یعنی من بیش از اون که زمینی باشم آسمانیم، بیش از این که ملکی باشم ملکوتیم. ملکوت 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 ذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این تعبیر قشنگ شما هم ملکوت ملکوته، از تعمیر ملکوت ملکوته. به همین جهت حافظ رو به بالا داره غالبا سخنش، ولی سعدی از بالا میاد و به خلق میپردازه. و در واقع به تمام معنی کلمه کتاب سعدی، همه آثار، حتی غزلیاتش، بوستانش، گلستانش، قصائدش، غزلیاتش، یک کتاب اخلاق، کتاب تربیت و درس اخلاق میده. و اینجا یه مسئله مهمی رو میشه مطرح کرد که ما چند تا کتب اخلاقی داریم، کتاب های اخلاقی داریم در اسلام، مثل اخلاق موسکویه، اخلاق ناصری، اخلاق جلالی تا کتاب مراج ساده. اینا کتب اخلاقی ماست، بیشتر جنبه حد وسط است و در واقع جنبه ارسطویی درش غالبه، هرچند روایات آیات آمده، ولی اون حد وسط و منحصر کردن فضیلت در چهار خلق بیشتر جنبه ارسطویی نیکوماخوسی داره. نیکوماخوس که ارسطو برای پسرش نیکوماخوس نشد. اما کتاب سعدی اخلاق اسلامیه، جنبه ارسطویی توش نیست. یعنی سعدی کار به ارسطو نداره، اخلاق میگه با تمسک به آیات و روایات. و البته میدونین که کسی که بخواد اخلاق بگه باید به درون انسان راه داشته باشه و زوایای روح انسان رو بشناسه. کسی که به زوایای پیچیده و ژرفای روحی انسان وارد نیست، اصلا نمیتونه اخلاق بگه و نباید بگه. سعدی به این جهت معلم اخلاق است و بهترین درس اخلاق رو داده که به زوایای روح آدمی وارده و انصافا در این دریا غوطه خورده و شناوری کرده. ببین همین کتاب، دو کتاب معروف گلستان و بوستان او. گلستان در 8 باب تشکیل شده که 8 باب بهش رو تداعی میکنه، و بوستان جنبه، این دوتا هر دو قویه ولی با هم یه تفاوتی دارن.
سعدی در کتاب گلستان زوایای روح انسان رو میشکافد و آنچه انسان هست آن را بیان میکند. ببین انسان همیشه دو جنبه داره، آنچه هست و آنچه باید باشد. این دو جنبه همیشه در انسان اساسیه. انسان یه چیزی است که هست، همان است که هست، ولی یه جنبه دیگر این است که همان است که باید باشد، همون میشود که باید باشد. این دو تا با هم فرق داره. باید باشد و آنچه هست تفاوت داره. سعدی در کتاب گلستان بیشتر به جنبه هایی میپردازد که هست واقعا، اونچه انسان هست اون را میشکافد و به زیبایی بیان میکنه. نواقص رو بیان میکنه، فضیلت ها رو بیان میکنه، استعداد ها رو بیان میکنه، اونچه که هست آشکار میکنه. در بوستان بیشتر اونچه که باید، که اخلاق اینجاست، که اونچه باید باشد بیان میکنه. من چه هستم و چه باید باشم، این هر دو مهمه. تنهایی نیست که بگم اونچه که هستم هستم، چه باید باشم اینجاست که کار اخلاق. سعدی به هر دو مسئله پرداخته و به درستی هم بیان کرده. اونچه که هستم اونجاست که زوایای روحو شکافته، همه چیز خوبی ها و بدی های انسان رو آشکار کرد، که انسان چه چیزهایی هست و بدی های انسان رو هم آشکار کرده، ولی با یک تولرانس و یک سماحتی. نواقص انسانی رو خوب میبینه که انسان چه اشکالاتی داره در روحش، چه راه های خطایی، اینا رو خوب میشناسه، ولی یک تحملی داره، گذشت داره با بله میفرمایید. یه تفاوت اساسی بین سعدی و حافظ همین که فرمودینه، یعنی حافظ بیشتر به دنبال ایهام و بیان رمزآلود بعضی از مسائل حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جور، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. اما ببینیم سعدی به دنبال رازگشایی روزیگاره. بله. اینی که اشعار حافظ بیشتر ادام رو به تأمل وادار میکنه، اما چون اون باز میکنه سفره رو، اون بداهت و توجهی که در غزلیات حافظ هست به انسان رو به درونش میکشونه، انسان در شعر سعدی احساس نمیکنه. میگه هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشه. میجوشه. این تفاوت رو بعضی‌ها خیلی اساسی میدونن. بله همینطوره. این دلیلش، دلیل این تفاوت همونیست که در آغاز سخنم عرض کردم. که حافظ جنبه آسمانیش بیشتره، جنبه علوی داره، رو به باطنه، هرچه بیشتر رو به باطن میره، و سعدی از باطن به ظاهر میاد. چون سعدی از باطن به ظاهر میاد آشکارتره، و حافظ از ظاهر به باطن میره. این سر، این که یکقدر پیچیده تر حافظ و ایهام درش بیشتر هست، همینه که در آغاز سخنم عرض کردم. به عبارت دیگر در یک کلمه میتوان گفت که سعدی میداند که چه میخواهد، حافظ میداند که چه نمیخواهد. خوب توجه کن چه عرض کردم. سعدی میداند که چه میخواهد، چه میخواهد و چه باید بگوید. حافظ میداند که چه نمیخواهد و چه نباید بگوید. این با هم فرق داره. هر دو میدانند، اما اون میداند چه میخواهد، اون میداند چه نمیخواهد. به عبارت دیگر حافظ عبور میکنه از این عالم، رو به ملکوت داره. سعدی تو گویی از ملکوت به زمین میاد. همون جنبه نبوی و علوی که در آغاز سخنم عرض کردم همونه. خیلی تعبیر لطیفه. بله این در واقع اینه. بنابراین سعدی همه چیز انسان رو بیان میکنه و برملا میکنه، آشکار میکنه، اما با یک تولرانس، با یک تحملی. تو گویی خطاهای انسان رو میبخشه، یه راه حل نشون میده. فقط از یه خطا نمیگذره سعدی، همه خطاهای انسان رو چشم‌پوشی میکنه، میگه اینا نواقصه ولی میشه درستش کرد، این نواقصه میشه درستش کرد. اما روی خطا خیلی انگوش میذاره و تو گویی که قصد بخشش نداره. زهد ریایی، از زهد ریایی نمیگذره سعدی، میگه خیلی بده. اما خطاهای دیگر رو تو گویی که قصد بخشش داره و میگه راه حل داره، میشه عبور کرد ازش. این از یک جهت. جهت دیگری که در سعدی هست که اینم مال وسعت نظر اوست و جرفای اندیشه سعدی، اینه که سعدی انسان رو در یک فضایی میبینه که خیلی گسترده و غیر متناهی است. میگه همه چیز برای انسان ممکنه. ببین حالا من یه شعر میخونم از سعدی، ببین
کجا انگوش گذاشته سعدی؟ درباره خودش میگه، ولی درباره خودش که میگه درباره انسان. و ما ابر و نفسی ولا و زکیها، که اون چه نقل کنند از بشر در امکان است. میگه من هیچ وقت خودم مبرا و مزکا نمیدونم، هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم که من نقص ندارم و بیگناهم. چرا؟ یه چرا داره. مصرع ثانی پاسخ میده که چرا نمیتونم خودم مزکا و مبرا بدونم از هر نقص و عیبی و از هر گناهی، که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است. همین جمله رو نگاه کن، یک دنیا حکمت در همین مصرع دوم این بیت است. هر چه درباره بشر گفته بشه ممکن، چه چیزی درباره بشر میشه گفت که ممکن نباشه اتفاق بیفته در زندگی بشر؟ ببین خیلی چیزا درباره هر موجودی، امکانات هر موجود محدوده. یه درخت در یه حدی میشه درباره صحبت کرد، بیشتر از این نمیشه. یه حیوان یه حدودی داره، امکاناتی که برای زندگیش هست یه محدوده داره، دیگه بیشتر از این نیست. حتی جنایات حیوانات، گناه حیوانات، شرارت حیوانات محدوده داره. مثلا شرارت یه حیوان درنده مثل گرگ، مثل شیر چقدره؟ چقدر شرارت داره؟ بدره بخوره یه آدم رو بخوره، مثلا شکار کنه، یه شکار بگیره بخوره بیره همانو بره، وقت که سیرش کن میره. حد جنایتش اینه که یه آدم رو بخوره، یه حیوان مظلوم رو، ضعیف رو بدرد. گرگ هم همینطوره، روبو هم. حد خوبهاشون هم محدوده، چه کارهای خوبی ازشون ساخته است محدوده. ولی انسان شرارتش چه محدوده داره؟ هیچ حدی نداره، واقعا حد نداره شرارت انسان، که چه کاری میتونه بکنه. نه تنها نابودی عالم رو میتونه سبب بشه انسان، از اون طرف خوبیهاش هم حد نداره. احسن تقویم، از اون برم اسفل صاف. اسفل صاف، احسن تقویم، اسفل چقدر معنی داره؟ اسفل صافلی نهایت رو، نهایت بدی و به نهایت تعالی و بزرگی. این محدوده ای انسان، اصلا محدوده نداره انسان. و سعدی در این بیت داره میگه که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. در امکان است، ممکن. هیچ تعجب نکن اگه چنگیز پیدا شد، تعجب نکن. عرض کنم که اسکندر پیدا شد، تعجب نکن. از اون طرف اولیاء بزرگ، بایزید بسطامی پیدا شد، تعجب نکن. از انبیا، وجود انبیا و اولیا تعجب نکن. مولا علی پیدا شد، مولا علی پیدا شد، تعجب نکن. هر چه نقل کنند در دو سر، در دو سر خوبی و بدی، به اوج اعلا و به اسفل سافل، که هر چه نقل کنند از بشر در امکان. حالا بس به اینجا کشید، یه سوال فلسفی هم بکنید در مورد این دو تا. اون کسانی که رو اندیشه این دو تا کار میکنن یا مقایسه یا نقدی انجام میدن، میگن سعدی دوست داره با خدا باشه، اما حافظ میخواد در بند خدا باشه. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. اما سعدی میگه چی؟ سعدی یا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستان. هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از اون پشیمان. یعنی سعدی دوست داره با خدا همراه باشه، گفتگو کنه، زانو به زانو بنشینه، اما حافظ دوست داره که در بندی باشه. این عبودیت تا آزادگی رو خیلی خوب، بیان خوبی فرمودین. اما اجازه بفرمایید من تفسیر خودم رو برای این بیان شما بگم. خیلی زیبا بود که او داره در بند حق باشه حافظ، سعدی دوست داره با حق باشه. اما اگر اجازه بدید من یه تفسیر جدیدی بکنم، بگم که در بند حق بودن با حق بودنه، فاصله برداشته میشه. کسی که در بند حق است یعنی با حق است. حق تا حالا بند نداره، همون بندگی یعنی با حق بودن. بنده خدا یعنی با خدا، درسته بنده، ولی در بند که هست آزاده. این بند بند نیست، همین رو می‌خواستم توضیح. وقتی بند آزادی میاره یعنی با حق خدا آزادی مطلقه. توجه کن، خدا آزادی مطلقه، بند نیست. یه حرف عرفا زدن که یه قدر گفتنش سخت اینجا، ولی علی الله من میگم، بگو علی الله دیگه. عرفا میگن القید و کفران ولو بالله، قید یعنی بند، کفر است چون خدا قید نیست، حتی بالله. این معنیش اینه که خدا قید نی، بندگی خدا آزادیه. صحیح. بله، بنابراین من میخوام این فرمایش لطیف شما رو که سعدی میخواد با خدا باشه و حافظ میخواد در بند خدا باشه یکسان کنم. در بند خدا بودن همون با خدا بودنه، و با خدا بودن هم در بند خدا بودنه. منتش این بند بند نیست، این بند بند خدا بودن عین آزادی از غیر حقه.
وقت چون در خداوند بند هرگز نیست و قید هرگز نیست و مطلق است، این آزادی این آزادی است. اصلا در خداوند قید و بند معنی نداره، آزادی مطلق یعنی حق. و اینجا کسانی که دم از آزادی میزنن باید توجه کنن که آزادی یعنی چه. اینجا ضمن ما به معنی آزادی هم وارد شدیم ها. اجازه بفرمایید توی میان برنامه ببینیم بعد در خدمت. خیالت دل برا نازنین یارا چراغان می کند خانه ما را، شبانگاه که بیتابم برای تو، خوشم با گریه کردن در هوای تو. می بارد نو به نو دیدگانم، می روید نام تو بر زبانم، باده تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد. چشم ابری با من است، خانه با فانوس اشکم روشن است، عاشقی در من غزل خوان می شود، کوچه های دل چراغان می شود. شب که سوز نهان شعل ریزد به جان، این من و این شور شیدایی، دیده دریای غم سینه صحرای غم، کودگر تا به شکیبایی، قرار جان است که جویم غم دل را، با که گویم با که گویم. دل برا از داغ ما لاله گل کرد، هر کجا نام تو آمد لاله گل کرد، باده تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد. خب استاد، من سوالی تر کردم، شما به زیبایی بیان فرمودی که با خدا بودن و در بند خدا بودن تفاوتی نداره، اما بعضی مفسرین این عبودیت رو یک تفاوتی قائلند، تا معکم و هو معکم عین بکنتم، معیت قیومی خدا. اما در بند خدا بودن یه ضمانتی هم وجود داره که انسان مدام اوج میگیره، یعنی در ساحت ربوبیته. میخوام یه مقدار راجع به همین عبودیت، من از آن روز که در بند تو ام آزادم. این نکته ظریف اینجا بود که حضرت عالی به خوبی فرمودید. خب بله، همونطور که عرض کردم آزادگی رو میخوام بیشتر. بله، به حکم این که خداوند مطلقه و قید و بندی در ساحت مقدس هستیش راه نداره، در بند حق بودن یعنی آزادی از غیر حق. احسان. وقتی انسان از غیر حق آزاد شد، وقت حق تعالی دیگه بندی به اطلاق رسیده. آزادی از غیر حق یعنی رسیدن به مقام اطلاق، یعنی انسان مطلق میشه. توجه کن، مطلق دیگه اینجا بند نیست، و بنابراین آزادی واقعی اینه که انسان بنده خدا باشه. کسانی که ادعای آزادی میکنن، دم از آزادی میزنن، خب حالا این در مقابل یه قیودی جای خودشو داره، ولی آزادی واقعی رستن از غیر حقه.
هیچ موجودی نمیتونه آزاد باشه جز بنده خدا. خوب توجه کن چه عرض میکنم. هیچ موجودی علی الاطلاق آزاد نیست، یه محدوده داره، حداقل در حد تمنیات ذاتی خودش. ذاتی رو که نمیشه عوض کرد، حالا ممکنه تمنیات ارزشش از بین ببره، ولی تقاضاهای ذاتیش که از بین نمیره. به عبارت دیگر هر کسی در قید ماهیتش گرفتاره. حداقل هر انسانی از همه چیز که آزاد بشه، از محدوده ماهویش نمیتونه آزاد بشه. ماهیت یعنی محدوده است. هیچ موجودی از محدوده هستی خودش نمیتونه خارج بشه. یعنی ماهیت داره، حد داره. هر موجود، حتی فرشتگان، بزرگترین موجود ملأ اعلی حد داره. خب شما اونجا ممکنه به من بگید مگر انسان حد نداره؟ من به شما خواهم گفت نه. شما ممکن باز اشکال کنید مگر انسان ماهیت نداره؟ من به شما عرض خواهم کرد به یه معنی نه. ولی به یه معنی ماهیت داره. ماهیتش هم اینه که میگه حیوان ناطق، حیوان فلان، اینا تعریفاتی که برای انسان شده. ولی اصالت وجود صدرایی به ما میگه که انسان ماهیت نداره. در یه مراحلی ماهیت داره، ولی انسان به مرحله میتونه برسه که حتی از محدوده امکانی عبور کنه. احسن. این فقط کار انسانه. این آزادی مطلق اونه. ولی آزادی غیر، آزادی که در بندگی حق تعالی نباشه، آزادی های نسبی البته. خب بله، یک کسی که بیرون تو زندانی آزادتر از کسی که تو زندان، اینو من انکار نمی کنم. کسی که تو زندانه در بنده، کسی که بیرون زندانه آزاده. این آزادی نسبیه و هی نسبی و نسبی داریم. اما آزادی مطلق که کمتر کسی میتونه به او دست پیدا کنه، مال کیه؟ مال اولیاء خدا که به عبودیت رسیدن، که به عبودیت محض، که از غیر حق رستن و به حق رسیدن یعنی به اطلاق رسیدن. به حق رسیدن یعنی در بند حق بودن، یعنی به آزادی رسیدن، چون خدا آزادیه. اصلا خدا آزادی مطلقه. به هر صورت چون به مناسبت این بحث پیش اومد، من خواستم این مطلب توضیح بدم. آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی، آزادی است. آفرین. بسیار خوب. دو تا قاعده زیبایی فرمودید. بله. یکی اینکه انسان لحظه قیدی داره، همه انسان یه ماهیت، هر موجودی قید داره. بله. بی قید مطلق خداونده. و کسی که با خدا ارتباط عبودیتی داره، یعنی کسی که در اثر معرفت به حق نائل بشه، اون دیگه هیچ قیدی نداره. حسن. اون آزادی مطلق. گر در طلب گوهر کانی کانی، بر در پی جستجوی جانی جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آنی آنی. بله. انسان همان است که اون را میجوید. خیلی حرف مهم. چه زیباست. انسان همان است که اون را میجوید، نه اون چه اکنون هست. این دوباره برمیگردیم به حرف سعدی که سعدی در دو مرحله بحث کنه. در کتاب گلستان اون چه که انسان هست توضیح میده، در بوستان اون چه که باید باشد. اون چه که باید باشد همان است که انسان اون را میجوید. بسته بینه که انسان چه چیزی را میجوید. این که در احادیث ما آمده و در کلمات حکما، همت. انسان به قدر همتشه. انسان همان است که همت بر اون دوخته. همت یعنی چه؟ یعنی همان که اون را میخواهد. تو بگو چه میخواهی تا من بگویم چه کسی هستی. من وقتی شما رو میشناسم که بدانم چه میخواهی. اگر پول میخوای، مقام میخوای، ریاست میخوای، خب میفهمم این مرد ریاست طلبی هستی، یه انسان پول دوستی هستی، مقام دوست داری، خب در این حد برای من معلوم میشه. اگر معرفت رو میخوای، باز ببینم چه نوع معرفت دوست داری، میفهمم در اون حدی. مثلا علوم رسمی رو میخوای، علوم واقعی رو میخوای، حکمت میخوای، علوم. تو بگو چه میخوای، همت تو کجاست، به چه طرفی میروی، من به تو خواهم گفت. همان هر چیز که در جستن آنی، آنی. خواجه‌ام میگه بنده آنی که در بند آن، در بند آنی. همین این در بند آن یعنی جستجو میکنه آن رو. و سعدی رو این مسائل تکیه کرده و در بوستان اون چه که انسان باید بشود، یعنی راه نشون میده که به چه طرفی باید بری و انسان چه باید بخواهد. به عبارت دیگر بودن و شدن. انسان هم بودن داره و هم شدن داره. انسان بودن محض نیست، خدا بودن محضه. خدا شدن نداره. ببین خدا شدن داره؟ نه، خدا بودنه، تویدیت محض، شدن نداره. و موجودات دیگه هم بودن دارن، ولی تا یه حد معینی. یعنی حیوان شدن داره تا یه حدی، گیاه شدن داره تا یه حدی، وقتی رسید دیگه تمام میشه. ولی انسان شدن داره تا چه حدی؟ بی‌نهایت. رسد آدمی جایی، سعدیه،
که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. یعنی به درآی از انوادی شهوت، در شهوت محدوده داره، وقتی رسید تمامه، به مشتها، به منتهای اشتهاش که رسید سیر شد. حالا این شهوت هرچی باشه، جنسی باشه، خوراک باشه، ریاست، تمام میشه. اما بدرای از این وادی تا طیران، طیران این پروازه، طیرانه، این طیران عطاری ها، منطق الطیر عطار ها. اینجا سعدی هم به طیران اشاره کرده، منطق الطیر عطار تو همین طیرانه. طیران آدمیت، انسان حیوان طیاره و سیار، چون سالک سیار داریم که سیر میکنه. زاهد سالک، عارف طیاره، طیاره و سالک طیار داریم، سالک سیار و سالک طیار. طیار پرواز میکنه، سیار سیر میکنه، هر دوش سیره، ولی طیار کجا و سیار کجا؟ بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. سعدی رو اینا دست میذاره، انگوش میذاره، و واقعا به چه زیبایی، و در واقع با همه این حرفا یگانه راه رو عشق میدونه، عشق میورزه، سعدی عشق ورزه، البته حافظ هم عشق میورزه، هر دوشون اهل عشق هست. عشق به چی میورزه؟ عشق به حق، و از طریق عشق ورزیدن به حق، عشق به انسانیت، عشق به انسانش از طریق عشق به حق. عشق انسانی رو با عشق الهی متصل میکنه، چون عشق به حق داره، عشق به مخلوق حق، به انسان داره، انسان مظهر حقه، و چون عشق به انسان داره صلح کل میبینه. بنی آدم اعضا و یک پیکره که در آفرینش زی گوهره. کی میتونه اینجور حرف بزنه؟ این چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این مؤسسات حقوق بشری، یونسکو، مؤسسات جهانی که البته توجه کردند و این شعر رو بردند و نوشتن در جایگاه خودشون، همه انسان رو از یک گوهر میدونه. یعنی دشمنی رو از بین انسان ها میخواد برداره. ببین تا کجا میرسه عدی، میخواد به جایی برسی که عداوت، تنفر، دشمنی بین آحاد انسان نباشه. همه از یک گوهرن، از یک پدر و مادرن، از یک جنسن، چرا با هم دشمنی دارن؟ با هم دوست باشن. وقتی عشق از طریق عشق الهی آمد، عشق انسانی، و دلنسی عشق به کائنات، توجه کنی، از عشق الهی به عشق انسانی، و از عشق انسانی عشق به کائنات پیدا میکنه. یعنی یک صلح کلی در تمام هستی برقرار میشه. کجا سعدی این حرفو میزنه؟ کجا عشق به کائنات میورزه سعدی؟ از طریق عشق الهی و عشق انسانی و عشق کائنات. میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم، که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم، که همه عالم از اوست. آخه این بیان ببین و چقدر ساده، چقدر لطیف. ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی است. ببین چقدر لطیف میگه، ارادت بر همه عالم عاشق است، همه عالم خرم است، عاشقم بر همه عالم که جهان خرم از اوست. این خرمی عالم از کجاست؟ از حقه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، چون عاشق بر حقم و عالم مظهر حقه و از حقه، پس به عالم هم عاشقم. عشق ورزیدن به هستی و عشق ورزیدن به انسان، چه تعلیمی از این بالاتر میشونی پیدا کنی؟ اگر جهانیان همین تعلیم سعدی رو میگرفتن و سرمشق زندگی میکردن، ما چه مشکلی در عالم داشتیم؟ جامعه بشری نیازمنده. شما این گونه سخن گفتن رو در فرهنگ های دیگه کم میبین. نمیگم در فرهنگ های دیگه بزرگان نیستن، ببین در همه عالم بزرگان دارن که هر ملتی به مفاخر فرهنگیش میباله و مینازه. مثلا فرض کن شکسپیر در زبان انگلیسی، بله، فرض کن مثلا لامارتین در زبان فرانسه، فرض کن کنفوسیوس مثلا در چینی، اینا هستن. اما سخن سعدی سخن دیگریست و لحن دیگریست و تنین دیگری داره، هم در زیبایی که خب این زبانی زیباییش مال زبان فارسیه که فارسی زبان میتونه بفهمه، ولی معنا که دیگه در انحصار سخن باقی نمیمونه. ببین سعدی تو کجا میره؟ بله. و این به گمان من سعدی
بزرگترین معلم اخلاقه و انصافاً باید حد این بزرگ مرد شناخته بشه و دنیا هم میشناسه. البته دنیا سعدی رو خوب میشناسه، ما یه قدری کم توجه کردیم به سعدی، باید به سعدی بیشتر توجه کنیم، چنون که قرنهاست سرمشق زندگی ایرانیان بوده سعدی، باید سعدی رو بخوانن، گلستان و بوستان رو باید بخوانن، غزلیات سعدی رو باید بخوانن نسل جوان ما، نباید از گلستان و سعدی دور بشن. ما نسل جوان رو باید مرتب بشون گلستان و سعدی، گلستان و بوستان بیاموزیم، غزلیات، قصایدش، طیباتش، و در هر وادی هم وارد شده و به زیبایی از عهده بر آمده. در واقع در حکمت عملی سعدی بی نظیره، اما در مقام نظرم کم نمیاره، چون حکمت عملی بدون حکمت نظری نمیشه. درست است که تعلیم یافته نظامیه بغداده، در نظامیه 20 سال درس خونده سعدی، 20 سال کم نیست، و علاوه بر این که تعلیمات نظامی رو پشت سر گذارونده، سفرها کرده، تجربتها آموخته، همه جا رفته و سرانجام به موطن اصلی خودش، به زادگاه خودش شیراز برگشته و در اونجا نشسته، گفته و نوشته. و البته به نظر من سعدی از فرهنگ نظامی عبور کرده. فرهنگ نظامی فرهنگ سیاسی بود که فقط در فقه شافعی و کلام اشعری خلاصه می شود، ولی سعدی در کلام اشعری و فقه شافعی محدود باقی نمون، فرا رفت و یک جهان غیر متناهی رو سیر کرد و در جرفای وجود انسان و اندیشه های انسان غور کرد و در و گوهرها بیرون آورد، با بهترین زبان و زیباترین سخن رو بیان کرده برامون. این لازم بود که من از این جهت یه قدری در جایگاه سعدی صحبت کنم تا بعد برسیم حالا غزلیاتشو بخونیم. یه چیزی مهمی که الان تو این بحث روشن شد و همه بزرگان و آزادگان و اولیای الهی ما رو با اون دعوت میکنن، همین رهایی از قید و بندهای زندگی است و یافتن اون بالی که انسان داره برای پرواز. شاید اون فضایی که انسان سیر میکنه و اوج میگیره، تو شعرش فرمودید هیچ پرنده‌ای به پای انسان نمیرسه، که اون قله آزادگی یا عبودیت بود. حالا سال این دوستان مثلا الان میخواد یک کلاغ پرواز کنه، اول این قامت درخت رو میبینه، بر اساس اون بلندا و اون سر اوج میگیره. یا فرض کن که پرنده میخواد بره بالای قله، اون بلندای قله رو میبینه، اوج میگیره. در حالی که این قله عبودیت اوج پرواز انسانی است که اصلا هیچ کسی به اونجا نمیرسه، همطور که فرمودی بیکرانه، به بی‌نهایت سیر میکنه. این چطوری که انسان این قله رو گم میکنه به جای اینکه پرواز کنه؟ اصلا نمیدونه پروازیه. به همین جهت همین تمام حرف سعدی همینه، همین که انسان در دو طرف افراط و تفریطه. یعنی انسان، و شما خود در آغاز سخن مطلب بهش اشاره کردیم، که از اسفل و سافلین به اعلای لین میخواد بره، این خیلی کار سختیه. همینطور که جنبه اسفل داره، جنبه اعلا داره، این دو جنبه رو داره. گاهی غفلت دیگه، در واقع غفلت. یعنی وقتی مقام خودش انسان نشناسه و خودشو میسپره به حیوانیتش، یعنی در حد حیوانیت باقی میمونه، میسپاره، یعنی جا خوش میکنه در یک مرتبه از مراتب حیوانی، میگه اینجا خوبه برای من، بس. در واقع در یک مرتبه حیوانی و شهوانی باقی میمونه. و در یک کلمه باید بگیم که عدم معرفت. اگه انسان خودشو بشناسه و جایگاه خودشو بشناسه، همونطور که شما فرمودین، میدونه که به کجا باید پرواز کنه، اوج میگیره به اون طرف. اتفاقاً این حکایت هم راجع به همینه که من میخونم که تتمه بحث ما باشه تو این جلسه. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت، زد رو به بیابان. چون روز شد گفتمش اون چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودن از درخت و کبکان از کوه و خوکان در آب و بهائم از بیشه
اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید بگوش، گفتم این شرط آدمیت، باور نداشتم که تو را بون که مرغی کند چنین متوش. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. همین در آمدن از غفلت یه لحظه نغمه مرغان رو شنید، صدای بهایم رو شنید، این همه در جوش و خروش بودن، کار خودشونو میکردن. اگر مرغ می نالد به صبح، اگر شیر می غرد به بیشه، اگر هر سبوعی کار خودشو میکنه، من چرا کار خودمو نکنم؟ کار من چیه؟ من باید بخوابم؟ خفتن کار من است. یک لحظه از غفلت بیرون آمد، وادی معرفت پیش گرفت. یعنی همه بدبختی های انسان نتیجه عدم معرفت، نبودن معرفت مشکل آفرینه، و همه تعالی انسان در پرتو نور معرفته. در یک کلمه خلاصه کنیم، اون چی که راه انسان رو به سوی ملکوت و آزادی مطلق و تعالی بی پایان می گشاید معرفت و شناخته. شناختن اساس کاره و انسان توانایی شناخت رو داره. اگر در راه معرفت قدم ننهاد تنبله. این تنبلی تنبلی تن نی، تنبلی روان هم هست. گاهی آدم تنبله، حوصله نداره، بی حوصله، دلش میخواد بگیره بخوابه. همون دوش مرغ به صبح می نالید، عقل و صبرم ربود و طاقت. اون صبح بیدار بود، من چرا بخواب باشم؟ چه نکته ظریفی رو سعدی بیان میکنه. یعنی تذکر میده که انسان همیشه باید در راه معرفت کوشا باشه. وقتی آدم معرفت پیدا کرد، راهش پیدا میکنه، میدونه به کجا باید، به چه سمتی باید پرواز کنه. همونطور که فرمودید اوج بگیره، به چه سمتی. حتی یه مرغ وقتی میخواد بپره اندازه گیری میکنه که چقدر باید انرژی مصرف کنه که به اون جایی که میخواد برسه برسه. و اگه انسان معرفت داشته باشه میدونه به کجا باید بره. ولی وقتی نداره، خب هیچ، یا پرواز نمیکنه، اگرم پرواز کرد پرت و پلا پرواز میکنه. بعد که فرمودید سعدی زبان امروز ماست، پیامشم پیام امروز ماست. امروز ما صبح میریم پارک قدم بزنیم، میبینیم گنجشکا و پرنده ها بالای درخت مناجات میکنن، نکنه که ما نماز صبحمونو خدای نکرده نخونده باشیم، اومدیم تو پارک ورزش بکنیم. خیلی بده. چقدر این حکایت فضا میده به انسان، به تفکر وا میده. گر جگرها خون نشد از سختی است، غفلت و مشغولی و بدبختی است. خون شود روزی که خون را سود نیست، خون شو آن روزی که خون مردود نیست. یه روز خون شدن دلم خوبه آن. همطوره، بله. تا دل خون نشه به سامان نمیرسه. بسیار خوب. بس به جای زیبایی رسیدم، تا وقت برنامه به اتمام رسید. انشالله نتونستین دو بیت بیشتر بخونیم. حالا میخونیم انشالله. بیا که وقت بهاره. این بهار دیگه اینجا معنیش میشه همون آزادگی. بله. از هر قید و بند رها شدن میشه بهار. بهار آزادی. احسن. بیا که وقت بهار است، تا من و تو با هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. عجب روی پریسا داری دوست، جمال آرمارا داری دوست. اینجا دیگه چهره گل رو تماشا نمی کنه، جمال یار. هزاران دیده محو یک فروغ تماشا را، تماشا داری دوست. تا دیدگار دیگر، به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان و بهاریان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.